بینندگان عزیز و ارجمند یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از باستان بزرگ با هوای داغ تابستانی 29 درجه سانتیگراد بالای صفر به شما سلام کنم و شب بخیر بگم به هم‌میهنانم در اون سوی دریاها. من جلیل مرتضوی هستم و امروز سه‌شنبه 7 مرداد 1399 خورشیدی و برابر است با 28 جولای 2020 میلادی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله‌ای که ما را می‌بینید و یا صدای ما را می‌شنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه. دوستان، در برنامه امروز شاید یه نیم ساعت دیگه با آقای دکتر عبدالله صوفی خواهیم بود، استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسن، کسی که حتی در دانشگاه چین هم تدریس کرده. به حال امروز میخوام در مورد اوضاع اقتصاد ایران، قرارداد ایران و چین یه سوالی از آقای دکتر بپرسیم، چون ایشون نه تنها به عنوان کارشناس اقتصادی بلکه کسی که چین هم از نزدیک میشناسه، علاوه بر این که سالها در امریکا تدریس میکنه. بعضی موقع دوستان بعضی موقع ها به صورت شکایت، بعضی موقع به صورت گلایه از باستان بزرگ اینا بچه ها شوخی میکنن. باستان دوستان هم بزرگی هم باحاله. سه چهار تا کتاب داشتم در مورد باستان که یکی از اینا رو داشتم نگاه میکردم چند وقت شا به نام باستان کیوریوسیتی. حالا ببینید، از قول یک نویسنده معروف امریکایی راجع به باستان چی میگه. فقط این تیکر رو گوش کنید، بدونید که من هر چی میگم سنده، میتونید ببرید بانک نقدش کنید. بفرمایید. There is no section of America half so good to live in as splendid old New England. And there is no city on this continent so lovely and lovable as Boston. Mark Twain, 1871. ببین، مارک توین، این نویسنده معروف که دیگه همه جهان میشناسه دیگه، یعنی اونایی که با ادبیات آشنا هستن، مارک توین 1871 گفته، گفت هیچ جای امریکا به اندازه نصف نیو انگلند نمیشه انظر زیبایی. نیو انگلند همینی که ما هستیم. ببینید که این 6 تا ایالتی که به هم چسبیده که ماساچوست مرکزشه، اینا به ایالت‌های نیو انگلند معروف. میگه هیچ جای میو به اندازه نصف اینجا نمیشه و هیچ جای قاره امریکا جایی وجود نداره به زیبایی باستون. مارک توین اون موقعی من اینجا سخنرانی میکرده، اون موقع ها 4-5 هزار نفر میمادن به دیدن مارک توین. مارک توین هم نویسنده هاکلبری فن و خیلی کتاب های مهم. خلاصه اون موقع ازش پرسیدن که نظر شما راجع به باستون چی بود و رفتی اونجا، گفت والا از 4500 نفر که اومده بودن به دیدن من و نشست سخنرانی من، هر 4500 تا منتقد بودن، یعنی همه شروع کرده بودن مارک توین نقد کردن، یعنی با علاقه، خیلی علاقه داشتن. اینجا چون مرکز تاریخ و تمدن امریکاست دوستان، قدیما در به اینجا میگفتن آتن امریکا. واسه بعد خواستم دوستایی که بعضی ما میگن آقا این میگه باستان بزرگ و فلان اینا، سندش هم بتونه ارائه بدم. واسه همین ما هر حرفی میزنیم دوستا سنده. و اما قبل از اینکه بپردازم به اوضاع زمخت سیاسی و مسائل خبری و اینا، اولا خدمتتون بگم دوستان، یادتون باشه ما یک عزیزی داریم که از اسپانسرای این برنامه و برنامه پروژه پرستار و خلاص همیشه دوست داره کمک کنه. این بانوی گرامی که استاد دانشگاه هم هست، جالبه که ایشون که کمک کرد به پروژه پرستارا،
یه ماه بعد از اون اطلاع پیدا میکنه که خواهرش در ایران، خواهر نازنینش که دوقلو هم هستن، دچار بیمار کرونا میشه و میره بیمارستان امام علی کرج و اونجا خیلی بهش میرسن، یعنی انقدر بهش میرسن که خلاصه بهبود پیدا میکنه و میاد خونه. خب این خواهر نازنینش هم که دنبال میکرده، بعد به من گفتش کاره من دلم میخواد که به اون پرستاری یه هدیه بدم از طریق شما. خلاص بعد هدیهش هم قابل، یعنی هدیه خیلی خیلی، یعنی شاید بگم که هدیه ای که این خانم فرستاده بود بدیم به اون و اندازه یک ماه حقوق شاید هم بیشتر اون پرستار. ما تماس گرفتیم با این پرستار نازنین، گفت نه من آخه اینا رو آدم میشنوه دوستان، میبینه که در داخل ایران دلسوزهایی وجود داره، واسه همین ایران پایدار خواهد موند، هیچ اتفاقی نمیفته، ایران دست ایرانی ها هم آباد میشه هم به جلو خواهد رفت. چون اینا رو من از اینجا دارم خدمت شما بگم. گفتش که نه من این کاری کردم وظیفمه. نماینده ما در تهران گفت بابا این هدیه است از طرف امریکا، یو اس ایران تی وی فلان. گفت نه اگه واقعا اونجوری هست من هدیه بدن به این قسمت از بیمارستان که این قسمتش رو تازه تأسیس کردن. بعد اینجا ما به یه مایکروویو احتیاج داریم که بچه ها اینجا میان چیزاشون رو گرم کنن و تند باشه و فلان، با اینا نه. خلاصه ما اومدیم مطرح کردیم اینو تو تلویزیون که یه همچین چیزی هست و به نماینده مون گفتیم که به فکر یک مایکروویو خیلی عالی باش برای اونجا، چون اونجا هر روز استفاده میکنه. خلاصه این از حالا از آقای علیزاده هم که در تهران مشغول پیدا کردن، چون چند روز دنبال این گشت، چون هیچ جا نمیفروختن، چون دلار در حال بالا پایین رفتن بود، یکی میگفت فردا بیا قیمت بدم. خلاص یه چیزی خوبی خرید، فکر کنم بالای 8 میلیون هم چیزی، هنوز دقیقاً چیزشو ندیدم. بعد قبل از این ماجرا پرویز حقگو، دوست بسیار خوب این برنامه که مدیر تلویزیون ما، اسپانسر ما هم هست، ایشون بلافاصله یه 6 میلیون هم به اون حساب ریکو اگه کم و کسری باشه دیگه معطلش نکنیم. که نه تنها کم و کسری نبود و کمک کرد، بلکه به پروژه هم اضافه شد. چون میدونید که دوستان ما فهمیدیم در تجریش بیمارستان شهدا، اونجا همه کرونا گرفتن، دکتر، پرستار، رئیس، خلاصه ما گفتیم باید به اونها هم یه هدیه بفرستیم. توسط یکی از دوستا که تماس حاصل کردند و اینا، به 10 از پرستارای خوب و واقعا شاهکار میکنن اینا، در یه حالتی که خودشون هم گرفتارن، مشغول معالجه و مداوای بیمار هستن. خلاصه در یکی دو روز آینده هدیه 10 تا پرستاری که با ما تماس گرفتن فکر کنم یا پرداخت شده یا خواهد شد. مثل اینکه یه پیامی رسیده بود که پرداخت شده، چون اینا پرداخت که میشه رسیدش میاد اینجا و ما برای شما بعضی موقع نشون میدیم. یعنی میخوام بگیم که دوستان این پروژه یک پروژه بسیار نیکی بود که ما شروع کردیم، که اونهایی که صبح تا شب علکی صحبت میکنن فیلم میگه آقا شما که میخواد به مردم کمک کنید، مردم میخواد نجات بدید، آزاد کنید، آقا همین الان مردم گرفتارن، ببینم چیکار کردید برای این مردم، اقلا یه کاری بکنید دیگه. یادتون باشه یکی دیگه از اون پرستار نازنینی که پولش رو تقسیم کرده بود به 5 نفر که ما تماس گرفتیم گفتیم ما میخوایم یه هدیه دو برابر به شما بدیم، گفت نه به من ندید، بدید به یکی که اینجا فوت کرده، زن و بچه داره. یادت داستان خانم کرانی رو به شما گفتم، کرایی، که نماینده ما رفت در یک گوشه ای از این منطقه فقیرنشینی کرج پیدا کرد فلان. خیلی از حالا به مدت یک سال ماهی با کمک، البته این همه هدیه های شماست، من فقط دارم پوز هدیه های شما رو میدم، یعنی خوشحال میشم وقتی این حرف رو به شما میزنم. واسه ما یه سال به اون کمک میکنیم تا یه مقدار زندگی، چون میدونی یه خانمی هستش
تنبلم نیست، تو خونه داره کار میکنه، کاغذ درست میکنه، پاکت درست میکنه، چون یه بچه بیمارم داره که باید از اونم مراقبت کنه. بچه بیماری قلب داره. دیشون دادم به شما که خیلی از دوستا تماس گرفتن گفتم ما میخوایم معالجهش هم بکنیم. گفتم آره، من به مادرش گفتم، گفتم به محض اینکه یه مقدار از این به هر حال بحران گریف همسرش اینا بیای بیرون، ما دلمون میخواد اگر شما بخواید این کار رو بکنید ما حاضریم. حالا قراره در این مورد فکر کنه، به من بگه، منم به شما بگم. اما یه خبر خوشحال کننده دیگه هم به شما بدم قبل از اینکه بپردازیم به مسائل سیاسی. اونی که تازگی ها از علیرضا یادتون باشه که فرستادیم تو بیمارستان مفید، دو سه تا جراحی روش انجام شد و یه ویدیو، اون موقع اصلا این نمیتونست حرف بزنه، حالا که جراحی شد و فلان برگشته یه جراحی دیگه احتیاج داره، اینقدر وضعش داره خوب میشه، دکتر گفته که یک سال صبر نمیکنه، آخر پاییز میاریمش تهران که آخرین جراحی رو روش انجام بده. ولی بعد نیست، صدای منم هم فرستاده یا ویدیو، نمیدونم، برای من همه چی صداست دیگه. حالا اینو براتون پخش میکنم که خوشحال باشید کاری که کردید واقعا. حالا بهتون میگم، اینو گوش کنید. حال شما چطوره؟ چه خبر از تهران؟ حالا از قبل بهترتره، دست شما درد نکنه و انشاءالله برای عمل دوم انشاءالله آمدگیری کنید. انشاءالله قول بده، همینجا پشت موبایل قول میدم که انشاءالله قول بدم که درسمو تا آخر میخونم به خاطر شما. اینو قول میدم تا آخر، بلکه یک سوات یاد بگیرم، اسم خودم رو بنویسم، برات پیام بدم. برشو کالا بازم بهتر شده، از بر بهتر شده، حالا میتونم با بچه ها بازی کنم. قبلم که با بچه ها میرفتم بازی میکردم، همش به من میخندیدم، حالا خدا رو شکر میتونم تو دل سرم بالا بگیرم مثل یه مرد. انشاءالله برای عمل دوم معامله گیری کنم و انشاءالله وضع منم بهتر بشه. از شما خیلی ممنونم، خیلی خیلی ممنونم که کمکی به من کردی. و اما دوستان یه چیز خیلی جالبی، من این پیامی که علیرضا فرستاده بود اینو با یه نوتی فرستادم به آقای اردشیر زاهدی، گفتم که آقای زاهدی، اون شخصی که شما تمام مخارج دکتر و بیمارستان و همه رو پرداخت کرده بودید، نتیجه کار اینه، خواستم بدونید شاید خوشحال میشید. امروز صبح یک پیامی ازش دریافت کردم به صورت ایمیل. میدونید که آقای زاهدی وقتی ایمیل میفرسته با دستخط مینویسه، بعد سکن میکنه میفرسته. خب دستخطش هم دستخط قدیمیه دیگه. بعد دخترم گفتش که بابا من میخوام این دستخط رو تبدیل بکنم به پرینت تا کامپیوتر بتونی بخونی. گفتم مگه هست؟ گواره یه سایتی هست. حالا دختر من 10 سالشه ها دوستان. گفتم بابا من زمانی تو بود، همسن سال تو بودم، دو تا چیز بیشتر نداشتم، یه دوچرخه بود با یه رادیو ضبطی که رادیوهای بیگانه گوش کنم. گفت چرا کامپیوتر نداشتی؟ چرا؟ گفتم بابا اون موقع با قول ترک ها امکانات نبود دیگه. برحال در این ایمیلی که اردشیر فرستاد، حالا ایمیل فوق‌العاده زیبا بود و همچنین که خودش نوشته بود که مرتضوی عزیز، I am sad and humble، یعنی من هم شرمنده هم هم قصه دار، من کمکی نکردم، این وظیفه من بود. و من واقعا اینه که خوندم یه مقدار خودم قصه‌دار شدم که هستن کسانی که کارهایی میکنن و این کارها اصلا براشون یک وظیفه است. خیلی هستن اینجوری که چرا با اونا نمیکنن؟ اونا هم به هر حال تواناییشو دارن دیگه. خلاصه اینه که خوندم من واقعا یه مقدار دگرگون شدم، مثلا صبح حالم اصلا یه جوری شدم. و
هر حال براش ایمیل فرستادم که همین ایمیل های شما واقعا به همه انرژی میده. همینقدر که شما از در دفاع از مملکتتون در هر میکروفونی که دست شما میاد به خوبی حرف میزنید. اتفاقا دوستان اون موقع که من تماس گرفتم با آقای ظاهری که میخواستم باش مصاحبه کنم، آقای حقو، همین مدیر تلویزیون ما در تورنتوی کانادا، گفت که برای من بلیط تهیه میکنه، یعنی کل خانواده را که رفت و برگشت و هتل و تشکیلات بده که ما یه دیداری با آقای ظاهری داشته باشیم. قرار بود این تابستون بریم، ولی از اونجایی که این کرونا مرونه همه چی رو به هم ریخت، اتفاقا داشتم با آقای حقو میگفتم که در امریکا اصطلاحی هست میگن رین چک باید بگیریم، یعنی هنوز اون آفر سر جاشه، هر موقع وقت شد ایشون هم اگه با کمال میل. به هر حال ممنونم. خب دوستان، اینها واقعیت های ایران دوستان در خارجه، اینها هستن که به همه انرژی میدن، اینها هستن که پاسداری میکنن از ایران، و اونایی که در داخل ایران هستن اونها هم دارن میسازن، اونها در خط مقدم جبهه دارن میجنگن. ماها فقط اینجا به به و چهچه میگیم. من خودم دارم میگم و من با این هدیه های شما پوز میدم، ولی واقعا ممنونم، چه کار قشنگی شما دارید میکنید و مرتب هم این کمکاتون میرسه، سپاسگزارم. و ما دوستان برگردیم به همون کارهای همیشگی خودمون. میدونی که واقعا سیاست خارجی امریکا به هم ریخته، خیلی هم به هم ریخته، اصلا خودشون هم نمیدونن چرا. یعنی ببین، وقتی سیاست خارجی را میدن دست پومپیو، دیگه بهتر از این نمیشه. حالا بهتون میگم چرا. امروز دوستان یه مقاله در روزنامه واشنگتن پست چاپ شده به قلم دکتر ریچارد هاس. لابد خیلی از شما میگید که دکتر هاس دیگه چیه؟ یه بکرانی بدم. دکتر ریچارد هاس زمان بوش پسر مدیر کل وزارت خارجه امریکا بود، اون پست دولتیش. از وقتی که از اون پست اومده بیرون، ایشون رئیس Council of Foreign Relations، شورای روابط خارجی امریکا، همین تینک تنک که خیلی معروف که به تمام دولت مردانی امریکا از هر طیفی که باشن مشاوره میدن، Council of Foreign Relations، اکثر کسانی هم که اونجا مشغول رایزنی هستن، مطالعه و اینجور چیزا، همه شخصیت هایی هستن که در قسمت بالای دولت ایالات متحده امریکا، بیشترشون هم مال وزارت خارجه. کتابی هم داره به نام World in Chaos، دنیا در هرج و مرج. ریچارد هاس در یه مقاله امروز واشنگتن پست، سه‌شنبه 28 جولای 2020، می نویسه که واقعا باعث تأسفه که وزارت خارجه ما و یا دولت آقای ترامپ هیچ سیاست خارجی حالیش نیست، یعنی اصلا نمیدونه چی کار داره میکنه و از اونهایی که صاحب نظر هن از اونها هم نمیخواد مشاوره بگیره. گفت چند وقت پیش، فکر کنم هفته پیش، دکتر هاس ادامه میده، میگه آقای پامپیو در یک سخنرانی بسیار جنجالی بر علیه چین این سوال مطرح کرد که از اون دوران عادی‌سازی روابط امریکا با چین، دوران نیکسون و کیسینجر که 50 سال میگذره، امریکا چی داره نشون بده. این حرفای پومپیو که آقای ریچارد هاس داره می نویسه توی مقاله.
میگه امریکا چیزی نداره نشون بده، اتفاقی هم نیفتاده. آیا چین تبدیل شده به یک کشور دموکراسی؟ ریچارد هاست میگه که نشون میده که آقای پامپیو واقعا از سیاست خارجی امریکا چیزی حالیش نیست و نمیدونه که ابتکاری که نیکسون انجام داد نه به این خاطر بود که میخواسته چین رو دموکراسی به چین ببره، بلکه میخواسته که سیاست خارجی چین را به طرف خودمون انتقال بده که اینو با موفقیت انجام داد و از اون موقع تا حال ما با چین یک روابط خیلی خوب تجاری و سیاسی انجام میدیم و همش هم با موفقیت. گفت این بابا که الف بای سیاست خارجی امریکا را هنوز درک نکرده میاد با یک لحن تون، اینا را دکتر ریچارد هاست داره میگه در واشنگتن پست، حرفای یه آدم کارشناسه، مدیر کل سابق وزارت خارجه امریکا، محافظه‌کار دولت آقای بوش بوده، الان هم که رئیس شورای روابط خارجی امریکاست. این داره توی واشنگتن پست اینا رو می‌نویسه، تو حیات خلوت خونه‌ش هم نمیگه. میگه که پومپیو داره از چین انتقاد میکنه، از حقوق بشر چین انتقاد میکنه. گفت این آدم نمیفهمه که اگر، گفت نه که در چین چیزهای قابل انتقاد وجود نداره، 100% هست، ولی وقتی شما از چین انتقاد میکنی چرا از روسیه انتقاد نمیکنی؟ چرا از عربستان انتقاد نمیکنی؟ چرا از ترکیه انتقاد نمیکنی؟ شما اگر همه را در یک لول بگی حرف تو را میتونم بفهمن، ولی چون الان در افتادی سر یه موضوع مختلف، این انتقادهای تو نه تنها معنی نداره بلکه به ضرر سیاست خارجی امریکاست. شما اومدید در وزارت خارجه، بهترین مغز سیاسی که سالها با دیپلماسی آشنا بودن اونها را یا اخراج کردید یا یه کاری کردید که اونها وزارت خارجه را ترک کنند. اینا گوشه هایی از حرف های خیلی مهمه آقای هاس، رئیس شورای روابط خارجی امریکا، در روزنامه واشنگتن پست امروز 28 جولای 2020. دوستان میتونن اینو در واشنگتن پست ببینن. من یادم رفت اینو بذارم تو فیسبوک، حالا بعد از برنامه این کارو خواهم کرد. به هر حال، و اما در همین تحولات جالبی که خدمتتون بگم که کمیته خارجی سنا که قراره، مثل این که امروز پومپیو در اون صحبت کنه، مطمئن نیستم، اگه دوستان میدونم به منم بگن، نمیدونم که امروز یا فردا برای قرار اونجا صحبت بکنه. یکی از اعضای کمیته خارجی سنا در یک مقاله انتقادآمیز که در نشریه هل چاپ شده همین امروز، اون هم تقریبا حرفای آقای هاسو میزنه تا به ادبیات دیگر. نشریه هل، دوستان برای اونایی که آشنا نیستن، این نشریه مال خود کنگره امریکاست، برای همین اسمش هل دیگه، کپیتال هل. در این نشریه از قول این مقام عالی رتبه وزارت کمیته خارجی سنا صحبت از این شده که آقای پامپیو به محض اینکه فهمید یه نفر از بازرسان کنگره که در وزارت خارجه داره کار میکنه و داره آقای پامپیو را تحقیق میکنه، بلافاصله ایشون اخراج میکنه و حتی بعضی از کارشناسان وزارت خارجه
که با سیاست آقای پومپیو در ارتباط با چین و سایر کشورها موافقت یا حداقل روشش را نمیپذیره و از روی اصول و پایبند به سیاست همیشگی وزارت خارجه اونها رو هم کنار گذاشته. گفت نشون میده که آقای پومپیو بی‌لیاقت بوده در اداره کردن سیاست وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با کشورهای خارج. اینا حرفای بزرگی ها دوستان، همینطوری حرف بنده و جنابالی نیست که حالا ما بگیم آقای پومپیو خیلی چاق مردی که به درد نمیخوره. اینا نیست ها، این تو واشنگتن پست ریچارد هاوس می نویسه، کمیته خارجی سنا در نشریه هیل می نویسه. پس نشون میده که جایگاه ایران فعلا خیلی خیلی محکمه. دیگه وقتی از جایگاه اینا در چین دارن چیز میکنن، نشونش اینه دیگه، آقای پومپیو تا الان هر کاری کرده به درد نمیخوره. خب به هر حال دوستان، اگر در این رابطه شما میخواین نظری چیزی بدید، خوشحال میشم نظر شما رو بشنوم. و اما خیلی جالبه دوستان اینم به شما بگم، یه اتفاقی جالبی هم در کانادا افتاده. خانم مکدونالد یک قاضی دولت مرکزی است، یعنی فدرال. از وقتی که میدونی که دونالد ترامپ اومده بر سر کار، تقریبا 50,000 پناهجو از امریکا رهسپار کانادا شدن. یادتون باشه اینا امریکایی نیستن ها، اینا اومده بودن اینجا غیرقانونی یا کار میکردن یا میخواستن پناهندگی بگیرن فلان، بالاخره یه جورایی خودشو داخل کرده بودن. بعد اینا دیدن که نه، اینا رو میگیرن به زندانیشون میکنن، خلاصه هیچ راهی هم نیست، اصلا نه دادگاهی هست نه هیچ. اینا برای اینکه گرفتار نشن، با قول معروف پاشنه کفشو میکشن ده بودو کانادا. کانادا و امریکا یه قانونی داشته، هر کی اومده کانادا یا امریکا دیگه نمیتونست از اون کشور دیگه پناهندگی بگیره. میگه آقا قوانین امریکا و کانادا در پذیرش پناهجوها تقریبا یکیه، شما اون چیزی که دلت میخواد میتونستی برسی یا امریکا یا کانادا، هر کدوم که اول وارد بشی، ولی نمیتونستی مثلا بیای کانادا از اونجا بگو خب من اونجا هستم میخوام به امریکا پناهنده بشم، قبول نمیکرد. یا اینکه هر کسی که تو امریکا بوده میخواست بره کانادا، اونا میگفت نه دیگه شما اوردی یه جا هستی. ولی این 50,000 نفر که رفته، اینا رفتن دادگاه و مشکلاتشون رو عنوان کردن با توجه به کیسایی که در امریکا چجوری دستگیر میشن، زندان میرن، انفرادی زندان و همه اینا. بعد خانم قاضی، قاضی مکدونالد اعلام میکنه که ما اون قراردادی که با امریکا داشتیم یا اون سیاست تقریبا همباری که با امریکا داشتیم، هر کی اینجا بیاد دیگه اونجا میشه، اون لغو میشه، به خاطر اینکه در دولت آقای ترامپ هیچ کدوم از اینها رعایت نمیشه و به همین خاطر پناهجوهایی که وارد امریکا شدن برابر دستور این خانم قاضی میتونن از مزایای پناهجویی کانادا استفاده کنن، بعد به زندگیشون ادامه بدن تا تکلیفشون روشن بشه که کی اقامت بگیرن و چیزای دیگه. و این هم نظر من دوستان تحولات بسیار جالبیه، چون سیاست خارجی امریکا در قبال ایران رو دیدیم دیگه. چون حالا مثلا اگر ایران بود بگیم خب میدونی از ایران یه مقدار زخمی هن، ایران به حرفشون گوش نمیده، به هر حال تمام منافع قبلیشون در ایران به هم خورده، بنابراین اگه میخوام با ایران کنار بیام باید بشینن صحبت کنن، مذاکره کنن، خواسته هاشون رو مطرح کنن، ایران هم خواسته هاشون مطرح میکنه. همینطوری که در چیز اعلام شد در همین جریان برجام با آقای اوباما، واسه همین مذاکره چند سال طول کشید، چون ایران یک کشور
عنوان یک کشور مستقل وارد مذاکره میشه، نه که از روی ناچاره. چون من همیشه گفتم که ایران هرگز از روی ترس با کسی مذاکره نمیکنه، ولی از مذاکره کردن با هیچ کسی هم نباید بترسه. این نظر بنده است. حالا ایدیالا ممکنه بله من بنویسم آقا باز این شروع کرد که نه نه بابا من دارم فلسفه رو خدمتتون میگم. اگر شما به قول معروف یه چیز دیگه اونو میخواییم تفسیر رو تعریف بکنید اشکالی نداره، ولی این یه واقعیت. برحال این چیزهایی که من الان دارم میبینم و این انتخابات هم هنوز معلوم نیست دوستان، در همه پرسی ها آقای ترامپ نگرانه، چون آمارها حتی در تلویزیون فاکس هم بر علیه آقای ترامپ، چون دیگه تلویزیون فاکس اونجا قبلگاه آقای ترامپ دیگه، هر موقع دلش بخواد میتونه زنگ بزنه، هر چی دلش میخواد بگه، کسی نیست چلنجش کنه، سوال کنه. اونجا آمارم که بیرون اومده این از آقای بایدن شکست میخوره. الان اگه انتخابات، حالا به انتخابات نزدیک 100 روز مونده. و حالا چرا؟ اتفاقا آقای ترامپ راهی را میرفت که آره من خیلی از نظر هوش خیلی بالا هم، آقای بایدن اصلا حالیش نیست، یه مقدار کهولت سنی داره. حالا آقای بایدن شاید 77، خود آقای ترامپ هم چی 73 74 هم چیزی، یه 3-4 سال با هم فاصله دارن. میگه از نظر اون تستی آقای ترامپ انجام داده بود که همه جا مسخرش میکردن، تست هوش کاگنیتیو که ببینن که از نظر هوش حواس چجوری بوده، گفت من بهترین نمره رو گرفتم. حتی خود کریس والاس گفت بابا من اون تست رو دیدم، مثلا بهت نشون میدن این چیه، تو میگی مثلا این فیل، اون چیه دوچرخه است، مثلا میگه فیل میتونه سوار دوچرخه بشه یا آدم، مثلا یه همچین سوال هایی میسیم. حالا من سوال رو دقیق ندیدم، ولی اونجوری که اون داشت میگفت و اینجوری که شبکه ها داشتن مسخرش میکردن نشون میده که آقای ترامپ بالاخره راجب این. حالا یه شخصی در وال استریت جورنال یه مطلبی نوشته بود، وال استریت جورنال میدونی یه روزنامه محافظه‌کار، صاحبش هم مرداکه، بنابراین از بکران این روزنامه که آگاه هستی. خیلی عذر میخوام، ولی نوشته بود انتخابات امریکا که کمتر از 100 روز مونده، باید کاندیداها به فکر یک چیزی دیگری باشن، چون مردم امریکا رو که نمیتونن همینجوری بگن که آقا ببین من از اون یکی باهوشترم، اینو میفهمم اون نمیفهمه، یا اینکه عقل من سر جاش عقل اون سر جاش نیست، یا من مثلا انرژیم بیشتره اون کمتره. چون بیل کلنگی گفت نمیزنید، هر کی اونجا هستش بالاخره این توانایی داره که بهترین مغزها را استخدام کنه، بیاد مشاوره بده، کارا را انجام بده، شام که مدیریت میکنه. گفت به هر حال اینی که عقل کدوممون بهتره، هوش کدوممون سرجاست، این کاره ای نیست. بنابراین باید به فکر یک برنامه باشید. اگر برنامه در کار نیست، بنابراین خودتون علاف نکنید، رأی نمیگیرید. یعنی منظورش بیشتر با آقای ترامپ بود، ولی اون تا غیر مستقیم میخواسته بگه یادتون باشه دیگه، به هر حال وال استریت جورنال از آقای ترامپ حمایت میکنه چون مال محافظه‌کار است. ولی در موارد دیگه همین جریان کرونا که در جنوب امریکا وحشتناک داره چپ و راست قربانی میده، تا الان هم مثل اینکه نزدیک 148 هزار امریکایی فوت کردن، بیش از 4 میلیون آلوده شدن، همه مقصر رو آقای ترامپ میدونن. حالا این مقصر هست یا نیست یه بحث دیگه، میگه آقا این از اول جدی نگرفت، دکترها بهش گفتم، پزشکا توصیه کردن، کارشناس امور بهداشتی، همه اینا رو گفت نه این یه چیز جعلیه به درد نمیخوره فلان اینا،
گفت اگر ایشون از اول جدی میگرفت ما به اینجا نمیرسیم. حالا جالبه که خیلی نگرانه که آقای ترامپ اگر انتخابات رو ببازه ممکنه به این آسونی نره، که باید برن اونجا حسابی با لغت و کتک بیرونش کنن، چون این آدمی هستش که میگه نه کلک زدی به من فلان، از این میبینیم به هر حال در این شالاتانیزم معروفه. ولی سوپریم کورت یک چیزی داد بیرون که اینم اصلا خوشحال نشد، این فکر کرد که دیوان عالی کشور دستشه. این میخواسته بگه هیچکی نباید ورقه های مالیاتی من رو ببینه، چون من الان گرفتارم، مشغول کار کشورم فلانم، این یه نوع کارشکنیه. ولی اون گفت نه اصلا اینجوری نیست، مردم عادی نه، ولی دادگاه نیویورک این حق رو داره این ورقه ها رو ببینه، چون داره یه چیز رو تحقیق میکنه. ولی ما میتونیم قول بدیم که آقا اینو بیرون نده، در همون تحقیقات خودش استفاده کنه تا انتخابات. ولی حالا یه چیزی از سوال ها، تمام ریاست جمهوری همیشه ورقه های مالیاتیش به آقای بایدن داده. مثلا آقای بایدن الان ورقه های مالیاتیش بیرون داده، سال گذشته آقای بایدن همراه با همسرش 15 میلیون دلار درآمد شد. البته همه اینا پولدارن دوستان، فکر نکنید که اینا مثل ما یه کامپیوتر بیشتر نداره، اینا ماشاءالله پولدارن. ممکن آقای بایدن هرچی هست رو کاغذ صاف و پوسکنده میگه این مال من، آقای ترامپ ادعا میکنه که ماشاءالله میلیاردره، که نیست. دلیل ترسش هم از اینه که اینو نشون بدن که ببینن که آقا این بدهکاریش بیش از درآمدشه. این یک. دوم، جاهایی که ایشون پول گرفته، قرض گرفته، اونا رو شما بدونید. از همه اینا مهمتر منابعی که در این مدت بهش پول رسونده. الان ببین خبری که چند روز پیش بود، اینو دارم بهت میگم، هنوز صهیونیستای ولدزنا دارن به این پول میدن، هدفشون صرفاً به خاطر اینکه میخوان ایرانو بکوبن. همون پیرمرده شلدن ادلسون، همین میلیاردر معروف صاحب قمارخونه ها و فاحشه خونه های لاس وگاس، ایشون هفته پیش 25 میلیون دلار به انتخابات آقای ترامپ پول داد. اتفاقا برای اینکه یه مقدار شرعیش هم انجام بده دو تا چک نوشته بود، یکی به نام خودش شلدن ادالسون، یکی هم به نام زنش دکتر مریم ادالسون، زنش پزشکه ها. بکنم اینو گرفته که مراقب ایشون باشه، که ایشون به هر حال انواع اقسام بیماری و سرطان هم داشت. و یادتونی رفته بود اسرائیل، اون وکیل از حزب کارگر یادم لیبرالی فوش خار مادر کشیده بود تو فرودگاه بهش که چرا ما رو ول نمی کنید، در تمام دنیا تو ما رو بدنام کردی، چی میخوای از دست ما، ول کن دیگه. چون اون میدونستی که کارهایی که اون میکنه با ترامپ در نهایت بر علیه یهودی ها داره تمام میشه، چون دوستان یک یهودی سیزی های وحشتناک در امریکا شروع شده. این دوستای یهودی من دارم بهم میگن خیلی نگرانن، چون به خاطر اینکه هم فهم میگن آقا این که خیلی خوبه برای یهودی، حالا گفته چون اورشلیم رو پایتختش کردن یا فلان. نه نه، اونا دوستا اونا هیچ کمکی نمیکنه، چون حتی خود یکی از نویسنده های معروف، ببینم اسمش اینجا بود، الان اسمش یادم نیست، یک نویسنده و ژورنالیست معروف که قدم سردبیر لس آنجلس تایمز هم بود، خودش از یهودی های لیبراله. اون میگه من تا دیروز فکر میکردم که دو تا کشور در کنار هم میتونن بسازن، اسرائیل و فلسطین، حالا به این نتیجه رسیدم غیر ممکنه، بهتره که یک کشور بسازیم که کشور یهودی نباشه، کشور اسرائیل باشه، تمام مردمش اونجا به طور مساوی آزاد باشن برای رأی، که اون موقع تکلیف همه روشن میشه. خیلی هم اتفاقا تو جامعه یهودی جروسلم پست این برنامه هم به این تافتند و فوش دادن که این حرفا چی داره میزنی فلان، که این یه آدم لیبرال یهودیه، چون میدونه که بالاخره این باید بشه. خب دوستان،
فکر میکنم دکتر عبدالله صوفی که قرار باش صحبت کنیم، چون تا الان که من این همه سرتون رو درد آوردم چون ایشون کلاس داشت، از طریق چیز داشت تدریس میکرد، فکر کنم کلاسش هم با یه دانشگاه چینه، تا ایشون تو ویسکانسن. الان من سعی میکنم ببینم تموم شده کلاسش که ایشون رو بیارم رو خط و راجع به مسائل ایران با هم صحبت کنم. الو الو، یه خورده بلندتر، صداتون نمیاد. الو، سلام عرض کردم. سلام، بفرمایید، در خدمتتونم. آقای مرتضوی روحی هستم. شما روی این صدام داره پخش میشه. پس آقای مرتضوی لطف کنید بذاریم ما هم صحبت کنیم، همیشه مثل به همه اجازه میدیم صحبت کنم، ما هم صحبت کنیم. بفرمایید، در خدمتتون. خواهش میکنم، من با این صحبت هایی که شما میکنید خیلی دوستاره مؤدبانه با احترام موافق نیستن که شما راجع به یهودی ها صحبت میکنی، همچین چیزی نیست. واقعیت اینه که من الان خود من ببخشید، منظور چیه؟ منظور چیه همچون چیزی نیست؟ یه خورده توضیح بده. توضیح اینه که یهودی های چیزی که به شما میاد میگن و این صحبت هایی که میکنه اون حقیقتی نیست. یهودی ها دو تو فیس، they have two faces. One face they show میخوای که خودشون رو نشون بدن مظلوم هستن، بیگناه هستن، صلح‌آمیز هستن. اون یکی صورتشون اینه که واقعیتشه اینه که یه چیزی وجود نداره، اینا خودخواه هستن و استیک توگیر با هم هستن و به بلا جریان من یه حالت اینطوری شده. جریان من الان یهودی ها حمله به من میکنن، کارهای بد به من میکنن و میدونم من بیگناه هم و میدونم که من حق رو میگم و اینا، و به هر صورت چیز حمله اینا هستن. و این حقیقت امره. و نه تنها یهودی ها، ببینید چی جوریه که اینا تمام چیز زیر دستشونه، منظورم دیدرژه پلیس با ایناست، دادگاه ها با ایناست، همه چی با ایناست. الان شما الان یه برنامه اون واده تو نیویورک دخترهایی گرفتن، از دو سختر رو اپستاین، you know that جیلیان، آره جیلیان مکسویل، بله بله، اونو گرفته بودن و اینا. الان ما یه همچین برنامه این طرف ها داریم، اینا یک برنامه ناجی علیه من انجام دارم میدن، من میخواهم بیزینس و از همه چیزو حد بکنیدی، اینا دنبال من هستن، با من چیز میده خیلی بد، یعنی ناجو، یعنی هرسمن این اذیت و آزار سوپر هرسمن ناجو، یعنی همه جا هستن، اینا همه با هم هستن. اون کسی که گفتش موساد گفته بود که شیشه دار تا نمیدم چقدر یهودی در ایران، اینا همه شد جاسوس ما، حتی حرفش درسته، اینا با اینا با هم هستن. براشون هم مهم نیست که این طرف که مثلا یهودی کار بد کرده، این باید به قول معروف مجازات بشه یا اینکه طرفشو نگیره، اینا همه طرف اونو میگیرن، یعنی همه حالتیه که اصلا براشون مهم نیستش، اینا همه طرف همو میگیرن. و این چیزا هم که میگن، من دوستای یهودی هم داشتم، براشون هم کار کردم و اینا به من گفتن، گفتم اون موقع گفتم آره مردم میگن که ایرانی های یهودی میگن میخوایم به هلیکانتون رای بدیم، گوه اینا همش دروغه، برای که به موقعی که میخواد پانچ کنن ترامپ رو میدن. منظور هم اینه که تو فیسه، اینا دو صورت دارن، یه حالت اونطوری نیست. حقیقت اینه که یهودی ها فرق نداره، ایرانی، امریکایی، نمیدونم اسرائیلی، هر جا که بخواد باشه، اکثرش، حالا همه ایرانی ها رو نمیگم، همه یهودی ها رو نمیگم، اکثرشون 95 96 97 درصد های اینا همشون این فرم اف اسرائیل اند دی ار توگیدر اند دی سی توگیدر نتورکینگ ایشون از unbelievable. یعنی ما هم هستن و برمان طریقه نظرم این چیزی نیستش که خیلی ممنونم. شما میگه بله و نه گوش کنی آقای مرتضوی، اینی که شما میگی مثلا کار رو میخرم این حرفا، اینه آره آره، ولی به موقعی که تو الان با یه اختلاف بکنی با یه یهودی، یهودی هم
کارش خلاق باشه، تو آدم خوبی باشی، میاد اکبرو میگیرن، کار تو رو نمیگیرن. اینجوری این مسئله رو من خودم دارم اکسپریانس میکنم و دیدم. باش، خیلی ممنونم. لطف کردی، خیلی متشکرم. البته تو آمارهایی که میگن دیگه ما چیزی نداریم دیگه، خودمون آمار در آمار انتخابات گذشته تمام نهادهایی که آمار میگیرن 70% یهودیای امریکا به ترامپ رای ندادن، به کلینتون رای دادن. مگه اینکه دیگه آمارام غلطه دیگه، هیچ چیز دیگه من دیگه چیزی ندارم بگم. این چیزایی که من خوندم با قول ویل راجرز میگه all I know what I read in the paper، این چیزایی که دیگه آمار جز اون چیزا نیستش که مثلا بگیم. حالا شما ممکنه آمارم غلط باشه، میفهمم، ولی دیگه ما چیزی نداریم نشون بدیم، این چیزایی که به هر حال به ما گفتن. سلام دوست عزیز، بفهمید شما رو خطید. سلام منتظری، بفهمید در خدمتتون. وقت شما بخیر. مرسی جناب منتظری. من یه نکته مثبت البته در رابطه ایران با شرق می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. اوکی. جالبه که بدونید که کشور چین هم در مسائل اقتصادی پیشرفت کرده، خب هممون دیدیم، درست، و هم در برخورد با مفاسد اقتصادی. پس ما هم اگر یه قرارداد خوب بدونیم با این کشور بتونیم ببندیم، بتونیم از آموزش‌های چین هم در مدیریت اقتصادی و مبارزه با همین مفاسد اقتصادی هم آموزش بگیریم و ما در این مسائل رو یاد بدن. اوکی. و یه مشکلی که داریم ما چین قرارداد اینه که مردم، ما هنوز هیچ اطلاعاتی از متن این قرارداد نیومده، دارن قصاص قبل از جنایت میکنن. پس ما فقط باید میتونیم پیشنهاد بدیم و پیشنهادمون هم میتونیم برای این باشه که فقط منافع ملی کشور ما و توسعه اقتصادی کشور ما باید تامین بشه و سالم باشه. و نکته دوم این که نظارت باید بشه در مدیریت این پروژه‌هایی که قرار اجرا بشه. خب ما تو کشورمون مفاسد اقتصادی زیادی داریم، مشکلات اختلاف هست، باید حواسمون باشه که ما داریم با یک کشوری وارد یک قرارداد اقتصادی میشیم و قرار هست که این برنامه جامع همکاری‌های ایران و چین بشه. پس شرکت‌های مدیریتی، ساختمانی و اقتصادی ما هم دارن وارد این قرارداد میشن. پس باید یه نظارت خوب باشه که ما سربلند هم خودمونم از این قرارداد بیایم بیرون و یک پوان مثبت بشه که کشورهای دیگه هم بیان در اینا سرمایه‌گذاری کنن. و نظر من خیلی نکته مثبت اقتصادی میتونه باشه و هم میتونن با استفاده از تجربیات کشور چین در همین مبارزه با مفاسد اقتصادی و اختلاسات کشور ما رو در یک توسعه اقتصادی سالم قرار بدن. متشکرم. خیلی ممنونم، لطف کردید.